آقا این لو پاور مود به نظر تو به گوشی آسیب میزنه یا نمیزنه؟ نه چه آسیبی بزنه؟ اینا کجا وردی اصلا؟ پس چرا با بعضی کانال ها میگن آسیب میزنه؟ نه 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 اصلا داستان بابا غیر ممکنه آسیب جفتش مقاله نوشتن که آسیب درسته، یعنی مثلا از یه ابعادی آسیب نمیزنه از یه ابعادی آسیب میزنه، یه همچین چیزیه که میگه جفتش درسته؟ نه دقیقاً اون میگه آسیب میزنه، تو میگه آسیب نمیزنه، وقت میگه جفتتون یه حرفو میزنه، این داستان چیه؟ نه نه کاملا راجع به یک موضوع واحد داریم صحبت میکنیم. پاشیم براتون توضیح بریم، فقط پاشیم بریم مالتون رو راحت بشه. بفرمایید. یه موضوعی ما فراموش کردیم. موضوع اینه که فرض بگیریم یه آچار تولید میشه برای پیچوندن مهره یا پیچ. حالا ما این شناخت رو ازش پیدا میکنیم که یه دستگاه فلزیه، سرش مثلا یه حالت اینجوری داره که مهره میره توش. دیگه چه استفاده ای میشه کرد؟ استفاده دیگه این که مثلا میندازیمش تو لوله، باهاش مثلا این میله رو کج میکنیم یا صاف میکنیم، یا صد جور کار به جای چکش ازش استفاده میکنیم. ولی دنیای تکنولوژی به خصوص دنیای اسمارت فون ها اصلا دنیای این شکلی نیستش. وقتی اپل یه چیزی رو ارائه میده و میگه این برای وقتیه که باتریتون ضعیفه و میخواین گوشی رو یه ذره بیشتر باتریشو نگه دارین، مثلا شما توی مسافرتی هستین و براتون مهمه که تلفن براتون بمونه تا آخر شب، باتری داشته باشه، میذارین رو لو پاور مود و تا شب دووم میاره. اما این که ما بدونیم که آقا خب این کم مصرفه و بخوایم بشینیم باهاش بازی کنیم و از لو پاور مود بخوایم اینجوری استفاده کنیم که این یه ابزاری باتری رو کمتر مصرف میکنه، اما از اون ور بشینیم باش بازی کنیم، خب این عملا میتونه مصرف باتری رو بیشتر هم بکنه. لو پاور مود و اپل دو جور ما میتونیم آمارش رو در بیاریم، در واقع سه جور. یه دونه صفحه خود اپل، بیاین اصلا با هم بریم ببینیم. خب میایم توی این صفحه اپل، اینجا مال اپل ساپورت، لو پاور مود رو توضیح داده، حالا گفته چیه و اینا، از کجا روشن میشم گفتیم. بعد اومده اینجا گفته که چه امکاناتی رو غیر فعال میکنه، مثل دریافت اوتوماتیک ایمیلا، برنامه هایی که تو پس زمینه هی تازه میشن و مثلا یه سری کار حالا میکنن، بازیه یا هرچی اصلا مهم نیست، حرکات و فعالیت برنامه ها تو پس زمینه رو غیر فعال میکنه، دانلود های اوتوماتیک رو غیر فعال میکنه. مثلا اگه یه آپدیتی اومد همونجا براتون آپدیت رو دانلود نمیکنه اگه اوتوماتیکش روشنه، میذاره هر وقت خودتون خواستین میروش میزنین اون موقع دانلود میکنه. بعد یه سری ویژوال افکت ها، چیزای تصویری که تصویر رو شفافتر میکنه، قشنگتر و روونتر میکنه وقتی داریم با گوشی کار میکنین، اونا رو هم غیر فعال میکنه. اوتولاک، وقتی گوشی رو ول میکنیم و خود به خود قفل میشه، اینم میارتش توی 30 ثانیه. حالا فرقی نمیکنه مال شما روی 5 دقیقه باشه، 2 دقیقه باشه یا همون 30 ثانیه باشه، اینو میاره روی 30 ثانیه. آیکلود فوتو هم اگه روشن باشه اینم براتون خاموش میکنه که موقتی همه اینا، یعنی وقتی لو پاور مود روشنه اون موقع این حالت ها هستش. حالا یه صفحه دیگه هستش دوباره راجع به همین صحبت کرده که یه ذره بیشتر توضیح داده. حالا اینجا انتخاب میکنیم روی چه دستگاهی لو پاور مودش رو میخواییم بدونیم و میایم اینجا. یه سری چیزا بهمون گفته و اینجا ببین یه ذره توضیحات بیشتری داده، مثل اینکه ایردراپ مثلا غیر فعال میشه، آی کلود سینکش غیر فعال میشه، یعنی شماره تلفن ها رو که یه چیزی وارد میکنیم سینک میشه با آی کلودمون، این غیر فعال میشه. بعد و همون قبلی ها رو گفته به علاوه چند تا نکته اضافه تر و توضیح داده که همچنان شما میتونین ایمیل بفرستین و ایمیل بگیرین، میتونین تماس های تلفنی تون داشته باشین و این صحبت ها. و بعدش هم میگه که لو پاور مود رو 20% 10% بهتون پیشنهاد داده میشه و بعدش مثلا روی 80% هم که شارژ شد خودش غیر فعال میشه. اما یه چیز دیگه هم هستش، ما یه صفحه دیگه داریم که برای توسعه دهنده ها و برنامه نویس ها توضیح داده. تو این قسمت که میایم اینجا برامون توضیح داره میده که
فعالیت CPU و GPU رو هم تا یه حدی کاهش میده. و حالا چقدر کاهش میده؟ اینو البته اینو به مصرف کننده نمیگه، چون اصلا کاری نمیتونه بکنه مصرف کننده باهاش. ولی صرفا من محض آگاهی دارم بهتون میگم. اپل اینو داره به برنامه نویسا میگه که اگه یه نفری با حالت لو پاور مود اومد توی فلان برنامه، برنامه نویسای خاص یه تدارکی برای این حالت ببینه که کارت گرافیکی ضعیف‌تر میشه و پردازنده ضعیف‌تر میشه. به این علت لازمه که برنامه نویسه بدونه، ولی کاربر کار خاصی نمیتونه باهاش بکنه. کاربر بهتر اینه که وقتی بهش میگن این برای وقتی که باتری کم داری، فقط برای اون مواقع استفاده کنه دیگه، نه اینکه طور دیگه از این ابزار بخواد استفاده کنه. یه جور دیگه هم که ما میتونیم بفهمیم واقعا این لو پاور مود چقدر تاثیر داره روی همین پردازنده و کارت گرافیکی اینه. ببینین الان من میام اینجا تو برنامه CPUX که شبیه بنچمارک طوره این برنامه، میایم اینجا و میریم تو پروسسور یعنی پردازنده. میگه الان فرکانس فعلیش 2304 مگاهرتز و این پردازنده طراحی شده برای 2390 مگاهرتز، یعنی نهایت توان این پردازنده اینه که در حال حاضر داره 2304 مگاهرتزشو استفاده میکنه. حالا من میام اینجا لو پاور مودو میزنم و میام تو برنامه. یه ذره صبر کنیم بیاین بیرون دوباره برگردیم، به اون نشون میده که چه خبره. میبینین فرکانس فعلی شد 1332، تقریبا نصف شد و این سرعت پردازندمونه در واقع که یهو نصف میشه. حالا فرض کنین یه آیفون 6S که الان مثلا iOS 14 روش نصب میشه، بخوایم باهاش یه بازی سنگین بکنیم، تمام قدرت پردازنده شاید اندازه همون 1300 مگاهرتز باشه. وقتی باهاش بازی میکنیم میبینیم فشار میاد به گوشی و گوشی داغ میکنه. خب حالا اینم که ما میذاریم رو حالت لو پاور مود، دقیقا پردازندهش میشه یه پردازنده ضعیف و ما داریم یه بار زیادی رو میریزیم سرش. خب وقتی این کار رو باش بکنیم 100% معلومه به گوشی فشار میاد، حالا آسیب آنچنانی هم نبینه باز پوستش کنده میشه و استهلاکش میره بالاتر. یعنی ممکن چیزی رو ما به چش نبینیم که الان گذاشتم رو لو پاور مود اینش خراب شد ببینیم، یا اینکه اگه خراب نشد مطمئن باشیم که هیچ چیش نمیشه. حداقلش اینه که حرارتش میره بالا و حرارت بالا دشمن گوشیه. و اینکه کلن این برای اینه که شما وقتایی که میخواییم باتریتو نگه داریم و توی مواقع خاصی هستیم، نه برای بازی کردن و وقتی که میخواییم تمام توان گوشی رو ازش استفاده کنیم. اگه برای بازی میخواییم باتریتون بیشتر بمونه، یه راه سالم داره، اونم اینه که بعضی از بازی ها تو ستینگاشون به چرخین یه حالت پاور سیف دارن که یه ذره مثلا گرافیکو میاره پایین، یه ذره چیزای مختلفو کیفیتشو کم میکنه و شما میتونید مثلا خیلی طولانی تر بازی کنید، باتریو کمتر اون برنامه اون بازی مصرف میکنه. ولی اینکه بیایم گوشی رو بذاریم رو حالت لو پاور مود و این همه جوره بره تو حالت صرفه جویی و شما بخواید باز دوباره ازش کمال استفاده رو بکنید، خب بهش فشار میاد و اصلا پیشنهاد نمیکنم که این کارو بکنید و دقیقاً ممکنم هست دقیقاً بهش آسیب بزنه. ولی حالت عادی رو فرض بگیریم، آقا من اصلا کلن یه روز و نیم یه بار مثلا 2-3 ساعت دسترسی به شارژر دارم، کلن برق برای من یه چیز کمیابیه به خاطر کارم، مثلا 24 ساعته گوشی من رو لو پاور مود باشه هیچ مشکلی براش ایجاد نمیکنه، به شرط این که نشینم باش بازی کنم. لو پاور مود مشکل ایجاد نمیکنه برای کسی که 24 ساعته رو گوشیش رو لو پاور موده و استفاده خاصی هم نمیکنه و حتی از همون ایردراپ نمیدونم اتوماتیک دانلود و این جور چیزا هم اصلا استفاده این نمیکنه و چیزی هم نیست که بخواد به گوشی اصلا فشار بیاد. خلاصه این که یه سوال کلی رو مطرح میکنیم که بگیم لو پاور مود به گوشی آسیب میزنه، نه با خیال راحت نمیزنه. ولی اگه لو پاور گوشه بذاریم رو حالت لو پاور مود و بخوایم طور دیگه از گوشی استفاده کنیم و پوستشو بکنیم، 100% پدر گوشیمون در میاد و خیلی استهلاکش میره بالا.
بعد حالا بعضی این کار رو میکنن برای اینکه عمر باتریشون کم نشه. باتری هم بالاخره دیر یا زود باید عوض بشه. بالاخره شما بعد یکی دو سال گوشی رو میخواین عوض کنی، طرف میاد بهتون میگه آقا باتریش هم انقدر درصدش کم شده، و هر کاریش کنی یه چیزی ازش کم میکنه. یا اگه بخواین طولانی‌تر نگهدارین، هر جوری استفاده کنین بالاخره مجبورین باتری رو یه بار عوض بکنین حداقل. حالا میخواین مثلا این دو سالتون بشه دو سال و نیم، یا سه سال بشه سه سال و نیم، اون یه بحث دیگه است. به نظر من نمیارزه دو سال به خودم سختی بدم که یه 6 ماه بیشتر این باتری کار کنه و 6 ماه دیرتر اینو عوض کنم. راحت استفاده بکنین و هر جوری هم که دستور کار هستش همون جوری استفاده کنین بهتر به نظرم. و نمونش این لو پاور مود، خیلی چیزای دیگه هم هستش که مثلا ما ازش یه شناختی پیدا میکنیم مثلا آچاره، ولی شروع میکنیم طور دیگه ازش استفاده کردن، که خب 100% تو بحث دستگاهی مثل آیفون خب 100% به گوشیمون میتونه آسیب بزنه و یه استفاده ای میکنیم که برایش طراحی نشده و حساب اون بخش استفاده ما رو نکردن موقع طراحی گوشی. یه وقتی ما میذاریم گوشی رو حالت اپتیمایز باتری شارژینگ باشه و شارژ باتریمون خودش حساب شده باشه، حالا یه نمونه موضوع اینه که میگه تا 80% نگه میداره قبل بیدار شدن شما، میاره میکنه تا 100. ولی خیلی کارهای دیگه هم این کنارا میکنه و ما اصلا نمیتونیم روش کنترل داشته باشیم. فقط اگه میخوایم خودمون گوشیمونو کنترل کنیم سلامت باتریشو، که معمولا ناموفقیم چون نمیدونیم پس زمینه داره چی کار میکنه، کلی برنامه ها کارهای فرعی انجام میدن که ما اصلا روحمون هم ازش خبر نداره، ناموفقیم. ولی اگه خواستین باز خودتون از گوشی از باتریتون مراقبت کنین، اون حالت اپتیمایز باتری شارژینگ رو بردارین که آشپزش حداقل دو تا نباشه، یا آشپز باشه و یا آشپز ناکارآمد که خود ما باشیم باشه، باز بهتر از اینکه دو تا آشپز بشه. اما پیشنهاد من اینه که اپتیمایز باتری شارژینگ رو روشن کنین و با خیال راحت بدون اینکه ذره‌ای خودتون اذیت کنین، راحت روزمره از گوشیتون استفاده کنین و زیادم به خودتون سخت نگیرین داستانا. اپتیمایز باتری شارژینگ رو قبلا راجبش تو این ویدیو صحبت کردیم، ولی اگه الان بخوام بهتون بگم که کجا روشن یا خاموشش کنین، باید بیاین توی سیتینگ، میاین تو قسمت باتری، میاین تو قسمت باتری هلت، و این پایین یه گزینه داره اپتیمایز باتری شارژینگ، که اگه واقعا میخواین خودتون هی باتری رو از برق بکشین وقتی سد شد دوباره فلان شد بزنین به شارژ و خیلی میخوام مراقبت ویژه بکنین، پیشنهاد میکنم اینو خاموش کنین و خودتون ازش مراقبت کنین. ولی چندان کار موفقیت آمیزی نیست و اگه جواب میداد اصلا اینو اضافه نمیکردن، ولی این اضافه شده که خودش از باتریتون مراقبت کنه. پس الکی وقت خودتون رو نگیرین، خودتون رو اذیت نکنین و کارا رو باز خودتون سخت نکنین، اینو روشن کنین و با خیال راحت از گوشیتون استفاده کنین. بازم ممنونم از حمایت‌های همیشگیتون. اگه این کانال رو سابسکرایب نکردین لطف کنین سابسکرایب کنین و یه لایک هم منو مهمون کنین، باعث افتخار منه که منو به دوستاتون معرفی کنین تا اونام از دنبال کننده های این کانال باشن. و اگرم دوست دارین حمایت مضاعفی بکنین، لطف کنین اون زنگوله رو روشن بذارین تا از روی نوتیفیکیشن ها ویدیوهای منو ببینین، که خیلی خیلی بهم کمک میکنه. مرسی که وقت گذاشتین. تا ویدیوی بعد، خدا.